به نام خدا، با سلام به همه کارشناسان و مهندسان عزیز. چهارمین بند ایزو 45000 بافت سازمانه که گفتم در اوساس وجود نداشت، ولی در ایزو 45000 اومده و بند بسیار مهمی هم است و نسبتاً هم چون بند جدیدی هست، نحوه نوشتن بافت سازمان شاید براتون مشکل باشه یا شما نتونین نمونه‌ای براش پیدا کنید. خود بافت سازمان 4 تا زیربند داره. اولین بند 4.1 درک سازمان محتوای آن، درک نیازها و انتظارات کارکنان و دیگر گروه های زینب، تعیین دامنه کاربرد سیستم و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و فرایندهای آن. این 4 تا بند رو داره که من یکی یکی حالا مفصلتر توضیح میدم. شما برای این که بتونید درک سازمان و بافت اونو بنویسید، یعنی سازمان رو درک کنید و بافت اونو بنویسید، نیاز دارید که یک بررسی از مسائل داخلی و خارجی سازمانتون داشته باشید. مثبت یا منفی فرقی نمی‌کنه. شما باید بررسی کنید که چه مسائل داخلی و خارجی وجود داره که میتونه شما را در رسیدن یا نرسیدن به اهداف سیستمتون کمک کنه یا دچار مشکل کنه. مسائل خارجی مثل مسائل فرهنگی، قوانین مقررات. خارجی که میگیم خارج از شرکت منظور، یعنی منظور بین المللی اینا شاید باشن، ولی وقتی میگیم خارجی اینجا اکسترنال یعنی خارج از شرکت. اینکه فرهنگ جامعه ما چگونه است، قوانین مقررات جامعه ما چیه، چه مسائل اجتماعی داریم، سیاسی داریم، تکنولوژی داریم و غیره. مثلا من یه نکته در مورد مسائل خارجی در زمینه ایمنی بهداشت بزنم، مثلا سیاسی. فرض کنید ما الان بحث تحریم‌ها رو در کشور داریم، خیلی از امکاناتی که در حوزه ایمنی هست و ما نمیتونیم وارد کنیم، بنابراین خود به خود میتونه ما رو در رسیدن به اهداف ایمنی بهداشتمون دچار مشکل کنه. یا مثلا در حوزه بهداشت شفی شما خیلی از دستگاه‌های اندازه‌گیری رو از کشورهای خارج نمیتونید خرید کنید، بنابراین ما دچار مشکل میشیم. یا یه سری محصولات جدیدی مؤثر بر ایمنی و بهداشت شغلی منتشر میشه، مثلا فرض کنید محصولات در زمینه نانو یا هر زمینه دیگه یا در زمینه حفاظگذاری ماشین‌آلات منتشر شده و میتونه خیلی به ما کمک کنه در کنترل حوادث. مسائل داخلی دیگه داخل شرکت منظوره، مسائل داخلی در سازمانی، ساختار سازمانی و مسئولیت‌ها به چه شکلیه، سازمان چه خدمش و اهداف و استراتژی‌هایی داره، چه منابعی برای ایمنی و بهداشت میاد اختصاص میده به ایمنی و بهداشت، صلاحیت افرادش چگونه است، خودش داره چه فرهنگ سازمانی و شرایط کار و ساعت کار چگونه است. مثلا شما یه شرکت نفتی رو در نظر بگیرید، داره سازمان فرهنگی بسیار، فرهنگ سازمانی بسیار بالای در حوزه ایمنیه و شما وقتی که وارد اونجا میشید کاملا مشهوده که اونجا به ایمنی بسیار اهمیت میدن، ولی برعکس شاید یه شرکت تولیدی برین آنچنان به ایمنی یا بهداشت شفی اهمیت داده نمیشه و شما وقتی که میخواهید به اهداف سیستم برسید اونجا به مشکل خواهیم خورد. بنابراین هر جایی که فرهنگ سازمانی ما را یاری کنه در و فرهنگ ایمنی ایجاد بشه میتونیم راحت‌تر حوادث و بیماری هامون رو کنترل کنیم. در این اسلاید هم حالا ازش باز رد میشم، محتوای یا بافت سازمان، محتوای سازمان رو میبینید، باز درون سازمانی یا برون سازمانیه که من در سلید قبلی توضیح دادم. در بند 2 که باز جز بندهای خیلی مهم و نسبتا نوشتن شاید برای شما مشکل ایجاد کنه، درک نیازها و انتظارات کارگران و دیگر زینفانه. شما باید بدونید اولا زینفان کیا هستن، یعنی شما هر شرکتی که هستین اول باید لیست زینفانتون رو بنویسید. لیست زینفان رو نوشتین، باید نیازها، انتظارات و الزاماتشون رو مد نظر قرار بدین. مثلا زینفان میتونن قانونگذاران باشن، سازمان‌های مادر باشن، مثلا فرض کنید یه پالایشگاه نفت رو در نظر بگیرید، سازمان مادرش میتونه پالایش، شرکت ملی پالایش پخش باشه یا میتونه به زرنفت باشه، تامین کنندگان، پیمانکاران، مالکان و غیره. اینا میتونن زینفان ما باشن، ما باید اینا رو بشناسیم، شناسایی کنیم و نیازها، انتظاراتشون رو بنویسیم. برای اینکه براتون جا بیفته من یه مثال اینجا گذاشتم که راحت‌تر براتون قابل درک باشه.
گفتم مهمترین ذینفع ما کارگران ما هستن، بنابراین شما تمام تمرکزتون باید در حفاظت و ایمنی و بهداشت و سلامت کارگران باشه. ما طرف ذینفعمون اگه کارگر یا کارمند ما باشه، انتظار و نیازی که این ذینفع یا این کارگر از ما داره این که سلامت و شغلیش رو تامین کنیم، محیط ایمن و بهداشتی براش ایجاد کنیم، وسایل حفاظت فردی براش تهیه کنیم، در اختیارش بذاریم، وسایل ایمنی مورد نیازش رو تهیه کنیم، معاینات دوره‌ایش رو انجام بدیم، بهش آموزش‌های لازم رو بدیم. بنابراین ما داریم در حوزه ایمنی بهداشت صحبت می‌کنیم. ممکنه یه سری نیازهای دیگه هم داشته باشه، ما با اونا کار نداریم. ما داریم در مورد سیستم ایزو 45000 صحبت می‌کنیم. بنابراین ما نیازها و انتظاراتی که در این حوزه از ما دارن و ما باید بنویسیم. وزارت بهداشت و وزارت کار مهمترین ذینفعان برون سازمانی ما هستن. اونها از ما انتظار دارن که از الزاماتشون را پیروی کنیم و مقررات و قوانینشون هم تبعیت کنیم. بنابراین اونها از ما انتظار دارن، ممکنه نیازی به ما نداشته باشن. نگاه کنین، ممکنه نیازی به ما نداشته باشن. اگه تو تعریف ذینفع دقت کرده باشین، گفتیم ذینفع کسیه، فردیه یا سازمانیه که روی ما تاثیر میذاره یا ما روش تاثیر میذاریم. نگاه کنید، قوانین و مقررات وزارت بهداشت روی کارکنان ما تاثیرگذار هستند، ولی ممکنه ما روی وزارت بهداشت تاثیر نداشته باشیم. کارگرای ما ممکنه رو ما تاثیر بذارن، ما هم رو اونا تاثیر بذاریم. ممکنه این تاثیر دو طرفه باشه، ممکنه یه طرفه باشه. همسایگان ما یکی دیگه از ذینفعان هستن. ممکنه ما در کنار یک کارخونه باشیم، اونها آلودگی رو به محیط ما بدن یا ما آلودگی رو به محیط اونها بدیم. بنابراین ما باید انتظارات و نیازهامون رو در اون زمینه بنویسیم و اونو برطرف کنیم. بنابراین وقتی که میگیم نیازها و انتظارات ذینفعان، یعنی اینکه ما اونها رو شناسایی کنیم و بیایم براش برنامه بدیم. یکی دیگه از ذینفعان بسیار مهم پیمانکاران هستن. پیمانکاری که وارد محیط کار ما میشه نیاز داره که ما محیط ایمن و سالمی براش فراهم کنیم و بیاد در یک محیط ایمن کار کنه. وقتی که پیمانکار پاشو تو کارخونه ما میذاره، دیگه میشه نیروی کار ما، یعنی ما باید حتما ازش حفاظت کنیم. بازدیدکننده هم به همین شکله. بازدیدکننده هم انتظار داره که ما ایمنیشو در حین بازدید از شرکت تامین کنیم. ممکنه خیلی از ذینفعان دیگه هم شما داشته باشین. بنابراین یه مثال گذاشتم که شما بتونید ازش استفاده کنید برای نوشتن این جدول ذینفعان. گفتم بسیار مهمه، ممیزام خیلی اینو پیگیری میکنن. دامنه کاربرد سیستم شما خودتون تعیین میکنین. ممکنه شما در یه شرکت خیلی بزرگی باشین، بخواین دامنه کاربرد فقط یه بخش از شرکتتون قرار بدین. مثلا فرض کنید ما دانشگاه تبریز هستیم یا دانشکده بهداشت هستیم، ممکنه فقط دامنه کاربرد ما فقط آزمایشگاه ما باشه. بنابراین انتخاب دامنه کاربرد کاملا اختیاریه، ولی ما باید حتما دامنه کاربردمون مستند باشه. یعنی شما باید حتما به صورت کتبی در نظامنامه‌تون یا در بافت سازمانیتون بنویسید که ما این سیستم رو در این دامنه کاربرد قرار پیاده کنیم. و بند چهارم بافت سازمانی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیه. یعنی ما باید فرآیندهای مورد نیاز این استاندارد رو طراحی کنیم. منظور اینه که ما مشخص کنیم که چه منابعی فراهم کردیم، چه روش‌هایی نوشتیم، چه دستورالعملی نوشتیم و چه منابعی در اختیار سیستم قرار دادیم تا سیستم به اهداف خودش برسه و فرآیندهای رسیدن به اهداف به چه شکلی. اینم در نظامنامه معمولا ما این موارد رو می‌نویسیم.